سلام و درود فراوان خدمت همه شما عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه و هفته خوبی را آغاز کرده باشید. امروز شنبه 15 آذر ماه هستش و با تحلیل بازارهای مالی در خدمت شما عزیزان هستم. لطفاً اگر هنوز عضو کانال یوتیوب من نشدید حتما سابسکرایب کنید، برای من توی ویدیوها کامنت بگذارید و لایک هم در انتها فراموش نشه. خب امروز همجور که نگاه میکنید اونس طلا یک کوچولو خیلی کم 0.05% افزایش داشته. عرضم خدمتتون که قیمت دلار هم حدود 1% افزایش داشته، الان 25700 تومان هستش. ولی نکته جالب اینجا هستش که قیمت طلا کاهش داشته، یعنی الان مثقال طلا 1%، الان 1.12% دیدید اومد پایین همین لحظه. و از این طرف سکه هم یه مقداری قیمتش کاهشی شده. اغلب اوقات دوستان وقتی که، یعنی از کانال 12 میلیونی که روز قبل بود الان به کانال 11 میلیون برگشت، خیلی اون بالاها سا 11 میلیون 998 هزار تومن 2000 تومن فرق داره. ولی خب همین که اومد کانال 11 میلیون خودش جای تأمل داره و خب این نکته خیلی قابل توجهی هستش، بخاطر اینکه همیشه با افزایش قیمت دلار قیمت سکه افزایش پیدا میکرد، مگر اینکه اونس جهانی طلا خیلی پایین میومد. و خب الان اونس طلا هم میبینیم که 0.05% از شما خدمتتون که بالا رفته، یعنی تقریبا ثابت مونده. ولی خب سکه من الان 1.65% اومده پایین و نکته جالبیه، نشونه این هستش که خیلی از سرمایه گذارانی که روی سکه سرمایه گذاری کردن گویا امروز علاقمند به این قضیه هستن که سکه هاشون رو بفروشن و حالا یا اینکه دلار میخوان باش بخرن یا اینکه بیارن توی بورس. و با توجه به رونق خوبی که امروز در بورس دیدیم احتمال داره که گزینه بورس برای اونها جذابتر باشه و یک بررسی را در ارتباط با بورس الان با همدیگه خواهیم داشت. امروز بورس ابتدای کار خیلی جوندار شروع نکرد دوستان و حتی حدود 8000 واحد پایین اومد. این نقشه ساعت 9:05 هستش، یعنی در اما ابتدا که باز شد ببینید که فراورده های نفتی که کلن تقریبا همشون قرمز قرمز، خودرویی ها الان خیلی هاشون قرمز، خودروی کانیم درصد منفی خودش است، بانکی ها میبینیم قرمز زیاد داره توشون 60 قرمز و قرمز های پراکنده حالا توی پتروشیمی ها میبینیم. ببینید الان 7-8 نماد قرمز دارن توی پتروشیمی ها، 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 3-4 کوچولو هم اینجا هستش، چند تا مشکی دارن که تقریبا تکون نخورده است، راکده. و خب حالا بقیه سبز تقریبا نصف نصف هستن و هرچی رو به جلو رفتیم امروز وضعیت بهتر شد. این 9:36 هستش، نیم ساعت بعد میبینید که الان 60 تقریبا به صفر رسید. فرآورده‌های نفتی که تو عکس قبلی همه قرمز بودن میبینید که الان از قرمزی در اومدن، خودرو همینجور، فقط بیمه و بازنشستگی هستن که الان قرمز زیاد دارن. و این مال ساعت 11 هستش، 11:02 و خب حالا مجددا فرآورده‌های نفتی یه مقدار قرمز شدن روی 11:02، ولی بقیه گروه ها تقریبا سبز هستن. و در نهایت ما به این نقشه رسیدیم که خب میبینیم خودرو رو ببینید، امروز خیلی ابتدای کار منفی بود و خب ما هم تو منفی برای برخی مشترکین رو خرید کردیم، دیگه صفحه خرید شد، برای برخی نتونستیم هم تا خرید داشته باشیم، یه هوی اومد بالا خودرو. امروز کلن هرچی خرید کردیم بعدش صفحه خرید شد. اون چیزایی هم که چهارشنبه خریده بودیم، اون ارز اولی ها که مثل قزر و سه امید و سیتا و اینا هم همه صفحه خرید شدن. عرض کنم خدمتتون که چند تایی که امروز خریدیم مثل خودرو هم بعدش صفحه خرید شد. به شهاب خریدیم، تا
توی منفی ها، بعدش به صفحه خرید شد. خیلی جالب بود، هرچی میخریدیم بعدش صفحه خرید میشد. ددهام رو خریدیم بعدش صفحه خرید شد و دیگه نتونستیم خرید بکنیم. دارویی ها دوستان خیلی خوب اومدن بالا، گروه دارویی بسیار عالی امروز رو شرکت میکرد و دارویی خودرویی امروز روز خیلی خوبی را گذروندن. تا بقیه گروه هم خوب بودن، ولی خب اینها خیلی استثنایی، همشون تقریبا صفحه خریدی داشتن بالا میومدن. و خب اینجا شما روی این نقشم دقیقا این صحبت که انجام شد رو میتونید ببینید. ابتدای کار رو ببینید، صبح وقتی شروع شد اینجوری اومد پایین، بعد یهویی سریع رفت بالا و خب شاخص کل 1.3% و هموزن 2% امروز. یعنی سهام های کوچیک را افتادن، حسابی هم را افتادن و خیلی خوب امروز تونستن کار بکنن. حالا در ادامه با هم دیگه تعداد صفحه خریدی اینا رو ببینیم که واقعا تعداد خوبی هستش. فکر کنم و وعده‌ای که به دوستان داده بودم چند ماه پیش که 15 آذر را میفته، دقیقا تو همون 15 آذر این اتفاق خوب افتاد و خب خوشحال هستیم که بالاخره دوستان خیلی ها دیگه کم کم از ضرر خارج میشن، خیلی ها خارج شدن و خیلی ها هم به زودی خارج خواهند شد. این شاخص کل بورس هستش که میبینیم امروز وارد ابر شد، با قدرت زیادی هم وارد شد، خیلی خوبه این حالت. امیدوار هستیم که به زودی بیاد و از این طرف با قدرت خوبی خارج بشه. اگر که این هفته هفته خوبی باشه، ببینید این هفته هفته خیلی اساسیه، چون این هفته ما این فاصله رو باید طی کنیم، یعنی این فاصله ارز ابر کما این هفته طی میشه و خب در هر حال ما 22.9 به اینجا میرسیم. حالا این مهمه دوستان که با 22.9 که اینجا میرسیم از اینجا خارج بشیم یا اینکه نه مثلا این اینجوری بیاد، نزولی بیاد و داخل این ابر حرکت کنه. ببینید این میتونه الان بیاد پایین و داخل این حرکت کنه. اگر یه همچه اتفاقی بیفته، بعدن انتظار داریم که یه مدتی مثلا تا اواسط برج ده، تا ده ده ثبات را داشته باشیم در بورس. یعنی که شاخص تقریبا رو همین 1,500,000 که هست یه یک ماهی ها میمونه اگر این بیاد پایین ها نتونه از اینجا بره بالا. اما اگه توی این یه هفته این بیاد بالا، یعنی توی این یه هفته شاخص 1,500,000 رو رد کنه تا 1,000,000 ارز کنم خدمتون تقریبا 1,550,000 و 1,600,000 اینا برسه آخر هفته و از اینجا اینجوری خارج بشه، بعدن انتظار شارپی شدن رو داریم تا اینکه دیگه بیاد بره تقریبا به کانال خودش نزدیک بشه، یعنی اون کانالی که الان ما اینجا داریم که دیگه کف اون کانال حدود 2,000,000 هست، بیاد و وارد کانال خودش بشه. بعدن اونجوری تا 15-10 انتظار داریم که شاخص تا 2,000,000 رو بتونه بیاد. پس دو تا سیناریو که الان داریم، یکی این هستش که شاخص نتونه این ابر رو رد بکنه و داخل ابر تا یک ماه بمونه و بعدن حرکتش رو شروع کنه بره بالا، یکی نه تو این همین هفته بتونه از اینجا خارج بشه و پایین نره و بعدن دیگه تا یک ماه آینده به اون شاخص 2,000,000 برس. در هر حال در بلند مدت جفتش سناریوی خوبیه، چون اگه حالا توی ابرم بمونه بالا نره 15-10 میره فرق نمیکنه، بعدن 15-11 به اینجا میرسه، یک ماه همه چی با تأخیر آغاز میشه. ولی این صحبتایی که داریم میکنیم، من قبلا هم خدمتتون گفتم ما باید برگردیم به کانال، نمیتونیم زیر کانال بمونیم و این در حال یه اصلی هستش که ما هر بار اصلاح داشتیم به کانال خودمون بازگشتیم. عزیزان ما هر بار اصلاح داشتیم تو سالهای متمادی بعدش به کانال خودمون بازگشت کردیم و خب این قضیه این بار هم اتفاق خواهد افتاد، همون جوری که دفعات قبلی سالهای قبلی اتفاق افتاده بود. بنابراین خیلی میشه در بلند مدت به این قضیه امیدوار بود. کل هم وزنم که امروز خیلی خوب بود، یعنی 2% نگاه کنین چه کندلی زد، چه کندل سبز قشنگی زد امروز هم وزن وسط اون کانال. ببینید خیلی داره کمک میکنه، یعنی خوش داره از کانال میکشونه بالا.
چون اینجا هم همون حالت رو داریم دیگه، یعنی اگر که این نتونه بره بالا مثلا کندل قرمز بشه یا کم جون باشه، این وسط کانال حرکت بکنه و وسط این ابر بمونه، بعد همینجور وسط میمونه دیگه، مثلا بالاتر نمیره تا بیاد مثلا اینجاها خارج بشه، چون دیگه اینجا کانال باریک میشه دیگه، از این طرف حالت سعودیش هم در اومده. ولی این خوب داره میره بالا، یعنی الان مثلا فردا هم همین حالت باشه، دو روز دیگه ابر رد میکنه و خب این زودتر از شاخص کل میره بالا و میشه بهش امیدوار بود که حرکت خیلی خوبی رو انشاءالله داشته باشیم. روی صفحه خرید و صفحه فروش هامون اگه نگاه بکنیم امروز وضعیت خیلی خوبه. صفحه خریدی هامون رو حالا اینا رو توی تلگرام میذارم، تو کانال تلگرام برید ببینید بیش از 310 تا امروز صفحه خرید داشتیم، بعد در آستانه صفحه خریدمونم امروز 17 تا اینجا و 16 تا اینجا، یعنی 340 تا سهم نصف بورس امروز صفحه خرید بوده، یعنی حدود نصف از سهام امروز روی صفحه خرید بودن. صفحه فروشی هامونم ببینید چقدر آب رفتن، صفحه فروشی هامون خیلی خوب، امروز 47 تا بیشتر ما صفحه فروشی نداشتیم. در آستانه صفحه فروشمون هم عرض کنم خدمتتون که همین 3-4 تا صفحه در آستانه صفحه فروش و اینجا هم 48، این رو هم بریزیم حدود 50 تا بعد دوستان صفحه فروشی هامون هستن امروز و خب اتفاق بسیار خوبی هستش. اینها رو من الان دارم نگاه میکنم، با شناختی که نسبت بهشون دارم چندایشون مطمئنم توی این هفته از صفحه فروش خارج میشن، اما راکت ها و یخ زده ها هستن که اتفاقا برای ورود خیلی خوبه. و خب در هر حال امیدوارم که هفته خوب و جونداری باشه برای همه دوستان. سری به صرافی ارزهای دیجیتال بزنیم. ارزهای دیجیتال الان بیت کوین از 500 میلیون رد شده، چند روزی هستش قیمت ریالیش، الان هم آخرین معاملش 501 میلیون و 510 هزار تومنه، امروز 504 میلیون و 500 هم بوده معاملاتش. نگاه میکنید که حالا دیروز یک کاهش قیمت داشت، دوباره امروز کندل سبز شده، 19,088 دلار هم حالا بگه حدود 19,100 دلار هم قیمتش هست، که خب تقریبا میشه گفتش خیلی قیمت خوبیه. یه پست گذاشته بودم تو اینستاگرام ابتدای امسال، یعنی تو نوروز هر بیت کوین حدود 100 میلیون بوده، الان هر بیت کوین حدود 500 میلیون هستش. الان این طرف هم نگاه میکنید که تتر هم 26,300 آخرین قیمت معاملش هست و با توجه به افزایش قیمت دلار من فکر میکنم که بالاتر هم بیاد، چون معمولا 1000 تومن بس اختلاف قیمت داشته باشه، این الان 25,000ش تقریبا 700، اون تا 26,700 هم الان جا داره که تقریبا بالا بیاد. خب اینجا هم نگاه میکنید که ساعت 9:30 صبح شاخص 3000 واحد افت داشته، یعنی 2.2% افت داشته و خب هم نقشه که بهتون نشون دادم توی این خبر هم اومده. توی اون ساعت صفحه خرید سنگین مربوط به چه خزر بوده که خب ارز اولیه هستش و انتظار داریم روزها ماها اینجا باشه، به خاطر اینکه 7 تا سهم برای نفر بیشتر ندن و خب قطعا هیچ کسی 7 تا سهم دیگه نمیاد بفروشه و این ماها اینجا هستش فعلا دیگه جا خوش کرد اینجا. بعد خودکفا که گوهر های ویب و توکا و برکت ساعت 9:30 صبح صفحه خریدی ها ما هستن و توکا ببینید اون کسایی که حق تقدم و توکا رو تبدیل به سهم کردن چقدر برد کردن، الان هر روز صفحه خرید سنگین داره و توکا الان ببینید علتش هم این هستش که یک سری بازم اشاره کردم قراردادهای خیلی خوب با فولاد بسته که خب صفحه خیلی خوبی براش ایجاد کرده. توی اون ساعت صفحه فروشی همون گشان، فوکا، فهواز و وعاین بودن، البته این ترکیب خیلی تغییر کرد تا آخر وقت و قطعا سهام دیگه میان جای اینها رو میگیرن به خاطر اینکه
خیلی از سهامی که اول وقت منفی بوده آخر وقت مثبت شدن. حالا ببینیم یکی از دلایلی که این اتفاق داره میفته این هستش که الان میشه گفتش دولت حمایت خودش از بورس انجام میده، به خاطر اینکه الان ریشش گروه اینجا. الان دولت اگر که بورس بیاد پایین در بودجه سال آیندهش خواهد موند و نمیتونه تأمین کنه. دولت اومده بودجه سال آینده رو بر اساس بورس بسته و خب اینجا هم به نقل اقتصاد آنلاین از یک نظر کارشناسی دقیقا به این قضیه اشاره کرده که از وقتی که این لایحه داده شده، لایحه دولت داده شده، در هر حال بورس رو نخواهد گرفت و خب برای دستیابی به این هدف باید توجه بیشتری به نگرانی سهامدارا و اعتماد سازی برای مردم در سرمایه گذاری صورت بگیره که خب قطعا این قضیه داره انجام میشه. من فکر میکنم که دوستان یک سری از گروه ها هستن، یعنی همون گروه هایی که دولت میخواد سال آینده کارخونهاش رو بفروشه، قبلا قرار بود که یه دارایی باشه که یه تعداد سهام فولادی، فولاد، فمیلی، خودرو، خودرویی مثل خودرو خساب ها توی اون دارایی باشن که الان فعلا حرف اون دارایه نیست، ولی من فکر میکنم که این دارایه سر جای خودش هست، فعلا حرفشو نمیزنن. اینا خوب قیمتهای اینا رو وردن پایین، خریداشو انجام دادن و خب الانه حواستون به اینا باشه، یعنی فولاد، فمیلی، خودرو، خساپا، این چهار نمادی هست که قرار بود قبلا توی اون دارایه باشن و احتمال بسیار قوی این دارا رو آماده میکنه دولت که بده برای تأمین بودجه سال آیندهش نیاز به این داره. غیر از اون که خب دارا سوم هم که اعلام کرده، اون باقی مانده دارا یکم که فروش نرفته که اونم میخواد بفروشه. پس برای این نمادهای بانکی و دارا یکم هم جزو نمادهایی هستن که حواستون بهشون باشه. یعنی اینا چیزایی هستش که در هر حال یه مقداری فکر میکنم اون موقعی بود که دستوری شده بود بورس همینجور قیمتهای یه سریا میرفت بالا و بدون ترمز هر صفحه خرید بودن، احتمال داره به اون دوران برگردیم. ببینید الان فولاد رو میتونید بخرید، فولاد الان صفحه خرید نبود امروز و حالا آخر کارش نمیدونم، چون ما اغلب مشترکینمون که دارن فولاد، حالا اونایی هم که نداشتن و پول داشتن، ما امروز براشون یه مقداری خرید کردیم. بله ببینید تو منفی هم ما خریدیم، یعنی منفی یک و منفی دو و اینا بود و الان 49 صدام مثبت شده. اگر که برنامه دولت این باشه و شاخص به سمت 2 میلیون الان حرکتش شروع بکنه، مطمئن باشین که به زودی فولاد مثل سابق همینجور هر روز مثبت خواهد بوده و در هر حال حواستون به این قضایا بایستی باش. خب امروز سال روز تأسیس شرکت بورس هم بوده و رئیس سازمان بورس هم پیام تبریکی گفته. 14 سال روز شرکت بورس تهران را ایشون تبریک گفته که خب من نمیدونم چرا 53 سال تجربه بورس، 53 ساله که الان بورس داخل ایران اومده، ولی خب حالا به این صورتی که گویا الان داره عمل میکنه و اینها 14 سال هستش دیگه، اینا خب خیلی بیشتره، یعنی ما 30 سالشه که دیدیم. حالا نمیدونم چه نمیشه 14 سال، این 14 سال قانون، آها بر اساس قانون جدید بازار سرمایه 14 سال قانون جدیدشو داره میگه که حالا در حال بدونید که 14 سال جدیده است، ولی خب من حداقل خودم 30 سالشه که 31-32 سالشه که خاطر دارم، چون از زمان بچگی من پدرم بورس کار میکرد و اون زمان که حتی سازمان بورس تو اصفهان هم شعبه نداشت، من پدرم میرفت تهران سهام میخرید برمیگشت، شاید من راهنمایی و دبیرستان اینها بودم که اصلا موقع برای ما هم سهام میخرید و وارد بورس شدیم. من بودم 30 سالش رو تقریبا خاطر دارم. خب صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین فیروزه پذیره نویسی میخواد بکنه، حالا در جریان باشید که در هر حال تعداد واحدهاش هم 1 میلیون واحده که 300 هزار واحدش ممتازه
و هر واحد سرمایه گذاری هم 100 هزار تومان هستش و حوزه فعالیتش هم محصولات کشاورزی، دامپروری، محصولات شیمیایی، غذایی، صنایع فلزی، صنایع کاغذ، مقوا، این که همه چی هم کار میکنه دیگه، اصلا کلا بگو همه چی کار میکنه. بله، یه صندوقی هستش که خب حالا قراره جدیدن وارد بشه که خب معمولا پیشنهاد ما میکنیم که یه بخشی را همیشه به این صندوق ها ارائه بدید و نگه دارید، اصلا این صندوق ها رو بخرید یک ساله، مثل همون صندوق آوا که اون سری بهتون گفتم، بخرید یک سال نگهش دارید، اصلا مثل صندوق سرو، آوا و کاریس، این هم مثل همونا خواهد بود و خب بعض وقتا خوب میگیرن این صندوق ها بعد از چند ماه. البته حسینا برنده مناقصه بندر شهید بهشتی چابهار شده که خب خیلی خبر خوبی هستش برای سهامداران این از نظر بنیادی و خیلی رشد خوبی را قطعا در انتظار حسینا خواهد بود. یه نگاهی به الگو ساعتی هامون داشته باشیم که الگو ساعتی های امروز هم عرض کنم خدمتون، یکی سامان گستر اصفهان با نماد سامان با 33 نقطه هستش. خب این سرمایه گذاری استانی که هیچی. کتوکا امروز اینجا هست ولی خب این حجم املا پر نکرده. هیچی. آها سترون، امروز ما سترون هم خرید کردیم، ساعت های اولیه سترون خریدیم، خیلی خوب مابره، یعنی منفی من میخریدم سترون رو، منفی 3 و منفی 4 اینا خرید کردم امروز تقریبا ساعت 10 صبح برای برخی مشترکین که وچ داشتن و همین امروز اومد رو مثبت 5 هست سترون. سترون خیلی خوب امروز حرکتش رو شروع کرد و مطمئنیم که خوبم ادامه خواهد داد. سکرمان همینجور، البته سکرمان حجم مبنا پر نکرده و الگو ساعت نیستش. سفار یعنی سیمان فارس الگو ساعت بوده امروز. کساوه الگو ساعت داشته امروز. عرض کنم که این کاسپیان حجم مبنا پر نکرده و الگو ساعت نیستش. دیروز هم همینجور. دارویی ها امروز هم صفحه خرید بودن، یعنی حجم مبنا پر نکردن، از اول تا آخر صفحه خرید بودن و به خاطر همین اختلاف قیمت دارن، الگو ساعت نیستن. ولی قدیس الگو ساعته و از منفی 1.58 به مثبت 1.58 رسیده. عرض کنم خدمتون که قدام از منفی 2 تقریبا به 1 مثبت رسیده. مهرا امروز حجم مبنا پر نکرده، نخ نیستش. قگیلا هم حجم مبنا پر نکرده که اینجا به زاگروس حجم خوبی زده، به زاگروس از منفی 2 به 1 مثبت رسیده آخر کار، حرکت خوبی بوده برای به زاگروس. حجم الگو ساعتی های این روزها دوستان مهمه، یعنی اینها رو سعی کنید بعدا بررسی هایی رو داشته باشید. حالا من سعی میکنم که امروز فردا یک کلیپی هم در ارتباط با حالا امشب، آره امشب یک کلیپی در ارتباط با یه سری نمادهایی که کف کانال هستن براتون آماده بکنم. حالا اول این کلیپ رو میبینیم، بعدش آخر شب منتظر اونم باشید، چون دیگه شب یا آخر شب یا احتمالا فردا صبح تا دیگه تا فردا ظهر آماده بشه براتون میگذاریم اون رو هم. خب خمهر امروز الگو ساعت داشته و خب با حجم خیلی خوبی هم بالا اومده. به شهاب که خب امروز الگوی ساعت باز داشت، باز میگم به شهاب ما امروز باز داره تو منفی ها خرید کردیم، تا چند روز ما به شهاب داریم خرید میکنیم و از اون موقعی که صفحه فروش بود و روزی که تازه اولین روز که صفحه فروشش یخش آب شد هفته گذشته واسه هفته و چهارشنبه هم خریدیم، امروز هم خریدیم و میبینید که حرکت مطمئنم به شهاب خوب میاد بالا. حالا بس مثلا چیزم ببینم، یه دونه دیگه داشتیم ما اون سری هم خوب ازش سود گرفتیم، چی بود اسمشون هم دیگه یادم میره، از بس زیادن اینا، اونم ببینم امشب بهتون بگم. لخانه، آها لخانه رو ببینم چی جوری وضعیتشونم، یخش فکر کنم آب بشه این روزا، اونم خوب میاد بالا وقت یخ آب بشه، خامی خوبی داره.
خب به نیرو که هیچی، فنوردم که اینام حجم مبنا پر، چرا فنورد حجم مبناشو پر کرد، امروز اردو ساعت بوده. زماهان و جوین ندیگه، اینا حجم مبنا پر نکردن. و اینجا نگاه میکنیم که حجم های مشکوکمون هم امروز زیاد بوده، که خب چون زیاده حجم مشکوکی ها رو تو کانال تلگرام براتون میذارم. گروه زراعت، گروه قند و شکر، گروه مواد غذایی، کانیای غیر فلزی و صندوق بازنشستگی، سه تا هم املاک مستقلات داشتیم که تقریبا حجم مبنای خوبی را ببخشه، حجم مشکوک خوبی را زدن، یعنی تقریبا سه برابر حجم ماهیانشون تونستن حجم بزنن و خب قابل بررسی هستن. یعنی حجم مشکوکی ها نشانه خرید نیستن، نشانه بررسی کردن هستن. البته خب تو این روزها خیلی از سهم ها در کف قرار داره و خب میشه خرید کرد، اما خب هر چقدر که شناختتون نسبت به یه سهم و سابقه سهم بیشتر باشه، بالاخره یه مقداری تکنیکالش هم بدونید، یه مقداری بنیادیش هم بدونید، خیلی میتونید خریدای بهتری رو انجام بدید. امیدوارم که همیشه موفق باشید و هفته خوبی رو هم انشاءالله پیش رو داشته باشیم. منتظر کامنت های خوب شما هستم. لایک هم فراموش نکنید. خدا نگهدار شما.